آقای رضا کردی متوجه 1338 که تحصیلات تا دیپلمش رو در سند تموم کرده و سال 54 سنین اون موقع جاهد معلومه به محافل اون زمان محافل مادرسی که در کردستان بود پیوسته و از و قبل از بهمن 57 هم به محافل کمر پیوسته بود. این کارگزار ما در همون به اصطلاح هسته های مخفی فعالیت میکرد تا اینکه در سال 58 دو خواهرش زنده یادان شهلا و نسرین کعبی دو نرس بسیار ارزنده کردستان بودن و در سال 57 تبعید شده بودن به ماهان و بزوین در سال 58 که پیشمرگ را برگشتن و آذر ماه دوباره اونام از تبعید برگشتن و در سال 59 متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی اینا رو اعدام کرد. این کارگزار ما بعد از اعدام دوتا خواهر دیگه مجبوره که از شهر بری بیرون فعالیت های مخفی رو کنار میذاره و به قسمت علنی یعنی به دست های پیشمرگه میپیونده و در اونجا میشه مسئول های سیاسی مدارج مختلف بوده تا اینکه در سال 71 که حزب کمونیست تشکیل میشه و در واقع 64 حزب کمونیست تشکیل بعد از حزب کمونیست هم برای بازسازی حزب کمونیست در اون به اصطلاح انشعاب بعدی در اون زمان به کمیته مرکزی حزب کمونیست موقع انتخاب میشه و دبیر روزنامه حزب دبیر به اصطلاح صدای حزب کمونیست بوده سردبیر روزنامه نشریه کمونیست و جهان امروز بوده و فعالیت های از این قبیل به اصطلاح انتشاراتی و سیاسی رو به عهده داشته که در کنگره هشتم کمال هم به عنوان اسم عضو کمیته مرکزی کمال انتخاب میشه. یکی از برادرانشون که در سال 64 زنده یاد صدیق کعبی در جمع پیشمرگان و کمال جان میبازن و ایشون هم در سال 2000 یک بار که انشعابی در حزب کمونیست پیش میاد منشعب میشن و در سال 2007 هم انشعاب دیگری در اون قسمت پیش میاد به نام به اصطلاح کومله زحمت کشان کردستان تا امروز به فعالیت ادامه میدن و یکی از رهبران این سازمان هستن. به طور کلی خانواده کبیر یکی از خانواده خوشنام و مبارز کردستانه. پدر و مادر این خانواده در سال 60 به فولاد شهر اصفهان تبعید میشن. 8 سال خونشون مصادره میشه و مقر به اصطلاح نیروهای انتظامی میشه. برادر بزرگشون زنده یاد محمد کعبی که از مبارزین بسیار خوشنام و محبوب مردمی بودن 2 سال پیش در سمندر جان باختن و به رغم ممانعت های بسیاری که حکومت گذاشته بود تشییع جنازه آنچنان با شکوهی رو مردم انجام دادن که نشون میده پیوستگی مردم و قدردانی مردم از مبارزینشون تا چه حده. این نمونه هایی از این پیوند و در واقع شاخص بودن این خانواده هست. یه برادر دیگه شون الان در سوئد هستن، یه برادر بزرگ درشون هم که همه میشناسیم کاخ رعوفه که احتیاج به معرفیشون نداره. در هر صورت این کارگزار ما از این خانواده شاخص مبارز کرد هستن و همینم بگم که همین دو ماه پیش بود که تروریست های جمهوری اسلامی سوء قصدی به جانشون کردن و خوشبختانه اقدامشون با شکست مواجه شد و ایشون الان
سرشاد و زنده همچنان مبارز در کنار ما هستن و اینو پنهان نمی کنیم که ما جمعیت کردای مقیم فرانسه در پاریس این فرصت رو مقتنم شمردیم از وجودشون از صحبتشون استفاده بکنیم. خیلی دهنده شما خیلی مقدم از می کنم. اول تصویر کلی از مسئله کرد بدم در باورمیانه. اگه اکنون از دور، یعنی اگه مثلا ما اون گوگل ارث رو مثلا از دور یکم بزرگ بکنیم و خاورمیانه رو نگاه بکنیم، بالاخره می دونیم که خاورمیانه در آتش جنگ قدرت‌های جهانی، جنگ قدرت‌های منطقه‌ای، آتش جنگ مذهبی، قومی و فوق العاده ارتجاعی داره می‌سوزه و روزانه شاهدیم که مردم زیادی بی‌گناه، بی‌دفاع از بین میرن و قربانی میشن. ولی تو کردستان این تصویر نیست. اگه ما فکوز بکنیم رو کردستان، خوشبختانه ما با یه جنبش زنده و پویا و هستیم که ارزش‌های دموکراتیک و انسانی درش روز به روز به نظر من غنی‌تر میشه، عمیق‌تر میشه و ثروتمندتر میشه. اگه بخوایم مثلا از رژاوا شروع کنیم که مورد بحثه، که کوبانی رو خلق کرد و اون دفاع حماسه بزرگی که در کوبانی بالاخره همه شاهدش بودیم اتفاق افتاد، اگه از اونا شروع بکنیم حقیقتا باید با عنوان یک خیزش عظیم، یک انقلاب اجتماعی بزرگ ازش اسم برد. تا دو سه سال قبل حدود 300,000 کرد فقط در اطراف دمشق زندگی میکردن که دارای شناسنامه نبودن. حالا شما فکر کنید که در کردستان سوریه دیگه چه خبر بود. ولی از اون حالت، از اون سرنوشت، از اون وضعیت به وضعیت کنونی افتاده معلومه. تضادهای منطقه‌ای و جنگ سوریه و اینا عامل‌های مهمی بودن، ولی به هر حال به نظر من خود کردها و خود نیروی مردمی اونجا که پیده است تونست از این اوضاع به خوبی استفاده بکنه و این شرایط رو خلق کنه که همش می‌بینه. تا رو بود این جامعه، خانواده ها و زن و مرد، بزرگ و کوچک، همه درگیر یک جنبش واقعی و بازسازی یک جامعه عظیم، یک جامعه هستند که بالاخره دروش انسان و زنان به سمبل این جامعه و مبارزات و پیکار و مقاومتشون تبدیل شدن. یعنی حقیقتش اینه که کردستان سوریه به مسئله کرد یک جهشی داد تو دنیا. احترام و ارزش جنبش‌های کرد و تو دنیا بسیار بسیار بالا برد و به اعتبار هممون تو منطقه افزوده. این خوشبختانه دو سال قبلم که پیده کنگرش رو گرفته، باز شاهدینیم که با اقتدار تمام داره چیزش رو پیش میبره. البته تضادهایی هست تو منطقه که شاید احزاب سیاسی مختلف، چون این وضعیتی که پیش اومد احزاب سنتی رو 40-50 ساله رو تو کردستان سوریه به نوعی به حاشیه روند. اونا علارغم اینکه یه ائتلاف بزرگ با هم متحدانه تشکیل دادن، ولی به هر حال نتونستن تو جامعه اونجا اون طور که شاید و باید نفوذی داشته باشن. نفوذ دارن، ولی به هر حال اونا ناچار شدن و به نظر من کار درستی کردن که تو کانتون‌ها و تو مناطق مختلف کردستان سوریه دارن فعالیت خودشون رو پیش میبرن. حتما اگه ماها بریم اونجا و هر انسان دیگه، هر خبرنگار موشکافی بره اونجا، حتما کمبودهایی هست درش مشاهده خواهد شد. ولی برای اون چی که مهمه تصویر کلی و موقعیتی که کردستان سوریه خودش پیدا کرده و به اعتبار و وزن دیگر بخشای کردستان هم افزوده، این واقعیتی که باید در نظرش گرفت. تا اونجایی که به کردستان ترکیه هم مربوط میشه، حقیقتش اینه که جنبش عظیم سیاسی مردمی در اونجا
همین حزبی که 80 کرسی پارلمانی رو به دست آورد نشان از نفوذ و نشان از اقتدار این حزب رو جریانی میده که بعدها یک شبه و ناگهانی به وجود نیومد. این جنبش خوشبختانه در سراسر ترکیه سمپاتی فراوانی داره، بخصوص از سوی زنان و نیروهای چپ سوسیالیستی در ترکیه ازش حمایت شد و به نظر من پیروزی این حزب در انتخابات اخیر به نوعی مدیون پشتیبانی و تلاش ها و بالاخره موضع گیری اونا هم هست. اینه که این دو بخش از کردستان، این کردستان ترکیه و کردستان روژاوا که میشه به نوعی گفت که رهبریش مثل پیپت هست، بالاخره در چنین موقعی و در چنین مرحلهی به سر میبرن. اردوغان و سلطان سلیم قرن 21 باشه بالاخره چند سوایی نمیتونه ادامه داشته باشه. اونا در برابر جنبش ملی، جنبش مردمی و جنبش توریهی عظیمی که اونجا هست حتما مجبورن بالاخره تسلیم بشن، مجبورن بالاخره نمیتونن اونجوری که شاید و باعده بالاخره به خواستاشون برسن. بخصوص این که اردوغان به نظر من در کل سیاست های منطقی نه تنها داخلیش دچار اشتباهات فاحشی شده. داعش و او نکته حمله داعش و اردوغان به سوی کردستان کچ کرد و اونا بخواه اومدن که از یک سال و نیم گذشته جنگی رو که داعش به کردستان تحمیل کرد با از پشتیبانی اردوغان و نتیجه سیاست های اردوغان بود تو کردستان عراق. تا اونجایی که به کردستان عراق مربوط میشه حکومت اقلیم کردستان در محاصره کامله. جمهوری اسلامی، ترکیه و همه کشورهای عربی متحدن که این حکومت نوپای کردستان شکل ندهد. این جزیره آرامش رو در خاورمیانه به هم بزنن. این منطقه که زنان درش از آزادی بسیار بالایی برخوردار دارن، در پارلمان ها، در رهبری احزاب، در مراکز قدرت، در مراکز اقتصادی بالاخره جایگاه شایسته ای رو کسب کردن. این اقلیم کردستان که درش زندانی سیاسی وجود نداره، که درش بالاخره یه حالت یه وضعیت دموکراتیکی پابرجا حکومت بالاخره باعث پشتی مورد حمایت همه بخش‌های دیگر کردستان است و اقلیم کردستان به عنوان جایگاه و پناهگاهی برای جنبش آزادی‌خواهی بخصوص ایران و مبارزین کرد در ایران تبدیل شده. اینا میخوان اینو به هم بزنن. ولی به هر حال تو اقلیم کردستان هم من فکر میکنم که اشتباهات و سیاست های بسیار غلطی باعث شده که این اقلیم کردستان نکنه اون گونه که شاید باعث شده توجه مردم خودش رو به خودش جلب بکنه. من فکر میکنم دیگه مسئله ملی به اون معنا جوابگو نیست. حتما اینا میباید به اصلاحات اجتماعی و تا حدود عدالت اجتماعی و بازسازی اقتصادی این جامعه و وضعیت مردم هم فکر میکنن که متاسفانه ما شاید چنین چیزی نیست. ولی با وجود همه اینا موقعیت اقلیم کردستان به عنوان یکی از بخشهای کردستان که بالاخره رابطه جهانی بسیار بزرگی داره، ثروت و سامان بسیار عظیمی در اختیارشه و منطقه آزاد شده از به یک معنا، اینا از اهمیت سیاسی فراوانی برای همه بخشهای کردستان بخصوص برای ما احزاب کردستان ایران هم. تا اونجایی که به کردستان ایران هم مربوط میشه من میخوام بیشتر با توجه به اینکه ما یکی از احزاب کردستان ایران هستیم و شما هم بالاخره از مبارزین با سابقه ایرانی هستیم، شاید یک کم بیشتر رو کردستان ایران مخت بکنیم خارج از موضوع نباشه. این عکسی که اینجا شما میبینید این مربوط به روز ششم سال 1358. این از اون روز مردم کردستان دست خالی و بدون کمترین امکانات به 36 سال ازش می‌گذره
یه مقاومت مردمی جانانه و وسیع رو آغاز کرد. این مقاومت کماکان ادامه داد. اون موقع جمهوری اسلامی با اقتدار به کردستان حمله کرد. خمینی فتوای جهاد صادر کرد که هنوز علیه هیچ کشوری مثلا شیطان بزرگم فتوا صادر نکردن. اون موقع جنبش مردمی در کردستان مناطق محدودتری رو در بر می‌گرفت. دو استان بزرگ کردنشین ایلام و کرمانشاه از این جنبش مقاومت مردمی خارج شده بودند. ولی حالا در 36 سال گذشته علارغم این رویه که تا کنون ادامه داره و آخرین اعدامیش منصور آروند از پیشمرگان سابق حزب مقاومت کردستان بود که اعدام شد در رضاییت چند دو ماه قبل در ارومیه، علارغم بمباران ها، علارغم اشغال کردستان به وسیله قوای ارتش و سپاه پاسداران و اطلاعات اینا و علارغم اینکه ثروت و مادیات و معنوی عظیمی رو جمهوری اسلامی برای به تسلیم کشاندن این جامعه صرف میکنه کماکان، میبینیم که کاملا نتیجه عکس داره. درسته که احزاب سیاسی و نیروی پیشمرد عقب نشینی کردن و ما از اواخر دهه 60 خورشیدی شاهد مبارزه مسلحانه مردمی گرم و وسیعی نیستیم، ولی جنبش سیاسی هیچگاه متوقف نشد. جغرافیای سیاسی در این جامعه بسیار وسیع و پهناورتر از 36 سال قبل. جنبش مردمی به مراتب توده‌ای تره و جنبش‌های اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانشجویان کرد، جنبش سیاسی و فرهنگی عظیمی در این جامعه داره پیش میاد. دو استان کردنشین که اشارش کردم حالا به عنوان بخش اعظم و بخش مهمی از نیروی مردمی علیه جمهوری اسلامی ایستادن و ما شاهد خیزش ها و شورش های بسیار بزرگی بعد از عقب نشینی نیروی پیشمرد هست. مثلا در روز سوم اسفند سال 1377 که عبدالله اوجالن رو ربودن افریقا و بردنش ترکیه، یه جنبش سیاسی در همه شهرهای کردستان به وقوع پیوست. اولش ظاهرا که دفاع از اوجالن بود، ولی بلافاصله به جنبش عظیمی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد که روز سوم اسفند در شهر سنندج به یک شورش، به یک قیام تبدیل شد و شهر سنندج اون روز تماما در اختیار مردم بود. مقره های سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی کاملا تصرف شدن و به دست مردم افتادن. بعد از اون در تابستان 1384 83 وقتی که یکی از مبارزین کرد و بانوان به نام شوانه سی قادر وحشیانه ربودن و کشتن و با شکنجه های بسیار وحشیانه ای، جنبش عظیمی در کردستان علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. یا در وقتی که در 19 اردیبهشت 1389 فرزاد کمانگر و علی حیدریان و فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان و اونا رو اعدام کردن، در روز 23 اردیبهشت به فراخوان احزاب سیاسی اعتصاب عمومی عظیمی در کردستان ایران شکل گرفت که بسیار بی‌سابقه بود. ساعت 12 شب استاندار سنندج پشت تلویزیون ظاهر شد، گفت من به شما اطمینان میدم که 4 مقاضی در شهر سنندج تعدیل نخواهد شد. ولی مردم بهش اطمینان دادن که حتی یک مقاضی باز نشد اون روز. یعنی اما خارج از این جنبش ها که ما میبینیم و مردم حضور دارن و چیز میکنن، جنبش های سیاسی عمیق‌تری در کردستان ایران کماکان در حال شکل‌گیری و در حال جنب و جوش. مثلا سال گذشته برای کوبانی جنبش عظیمی شکل گرفت. وقتی جمهوری اسلامی اشتباه کرد که به مردم اجازه تظاهرات داد،
وقتی که مردم تو سنندج شعار میدادن کوبانی کوبانی تو سنندج قهرمانی جمهوری اسلامی فهمید که نمیباید چنین اجازه ای رو میداد. اینو وصل میکردن کوبانی رو به جنگ 24 روزه سنندج که مقاومت عظیمی در بهار 1359 علیه یورش نیروهای جمهوری اسلامی صورت گرفت و میدونیم که مقاومت 24 روزه سنندج بود که بالاخره کماکان حالا هم صحبتش هست. در رابطه با شنگال، در رابطه با همه حرکت های دیگه جنبش های عظیمی هست، اما در کردستان زنان، روشن فکران و مبارزین کرد، احزاب سیاسی کماکان دارن فعالیت رو جنب و جوش خودشون رو پیش میبرن. این جیوها، کلوب های ورزشی، گروه های فرهنگی، انجمن های ادبی و اینا، انجمن حمایت از کودکان، انجمن حمایت از زنان، انجمن های ترک اعتیاد مواد مخدر، همه اینها در کردستان ابزارهایی هستند که فعالین کرد، مبارزین کردستان دارن بالاخره حضور خودشونو در کردستان نشون میدن. کردستان برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، خیلی نگران از کردستان. اگه جمهوری اسلامی در تبلیغات روزانش میگه که احزاب سیاسی نفوذ ندارن، منزوی شدن در مردم، ولی حرکاتش رو از جمهوری ترورها و اینا همه نشون داد که اتفاقا خیلی خیلی نگران احزاب سیاسی و رابطه این احزاب با مردمش. درست احزاب سیاسی در قالب نیروی پیشمرد نیستن، ولی خیلی زنده است این تاریخ در کردستان. کادرها و رهبران و پیشمردان این احزاب هنوز خوشبختانه خیلی هاشون زندن و خیلی هاشون ارتباط با این جامعه دارن. اینه که به اعتقاد من تنها شاید تنها جایی تو ایران کردستانه که نتونسته اون باید شاید احزاب سیاسی رو از مردم جدا بکنه و تبلیغاتی که اینا میکنن هیچ پایه و اساسی ندارد. اما باید بگم در کردستان نقطه ضعف اصلی ما هست، یعنی احزاب سیاسی. حالا خوشبختانه واقعی غیر واقعی هرچی هست، کومله به چند شاخه تبدیل شده، حزب دموکرات به دو شاخه تبدیل شده و اون هر کدوم از این احزاب تو ما میدونیم کماکان این دو گفتمان، این دو استراتژی اگه اسمشو بذاریم، این دو فکر، این دو حیز، حالا حالتا اینکه کومله چند شاخه است و حزب دموکرات دو شاخه است، ولی اینا کماکان مؤثرترین جریانات سیاسی تو کردستان و نفوذ توده‌ای وسیعی کماکان دارد. اما این دو جریان به نظر من دیگه در مقطعی قرار دارن که باید رفرم و دیگرگونی های اساسی در کردستان ایجاد بکنه. کردستان ایران، اینو بگم خیلی سریع، اون جامعه عقب مانده و کمتر شهری و عشیری و اینا نیست. خیلی دگرگونی های اساسی در این جامعه اتفاق افتاده. موقعیت زن در این جامعه خیلی تغییر کرده، موقعیت مذهب دگرگون شده و یکی از پدیده هایی که باید درش تجدید نظر بکنیم و درش مکر بکنیم این موقعیت احزاب در کردستان، یعنی پدیده حزبیت نمه، مانند هر پدیده دیگه زنده دیگه اجتماعی تغییر کرده در این جامعه. افسانه یک ملت یک حزب به تمامی دیگه به حاشیه رانده شده و به گذشته تعلق داره. شما مثلا من خیلی وقتا گفتم تو تلویزیون کردستان عراق هم گفتم، حالا مثلا اتحادیه میهنی و پارتی و بارزانی، یا شما بیشتر به بارزانی میشنید، این دو حزب، دو حزب عمده کردستان دیگه در 40-50-60 سال گذشته اینا جنبش کردستان عراق را رهبری کردن. حالا خیلی ثروتمندن، در حکومت سامانی که اینا دارن افسانه‌ایه، موقعیت بین المللیشون خیلی تغییر کرد، ولی موقعیتی که تو جامعه خودشون دارن ضعیف شده.
این نشون میده که به نظر من تجربه بسیار عالی که در کردستان عراق میگذره مثل فیلمیه که ما داریم میتونیم آینده خودمون رو درش ببینیم. از این وضعیت در کردستان عراق باید درس بگیریم، تجربه ببینیم. فیلمی که به نظر من کومره اگه بخواد در آینده کردستان اون موقعیت استثنایی و بسیار افتخارآمیزی که دهه 60 کسب کرد حفظ بکنه، ناچار از تغییرات بسیاری در نگرشش به جامعه، به جنبش انقلابی کردستان، به جنبش مردمی و به رابطهش با بخشهای دیگر کردستان و غیره. به هر حال من بخش کردستان و ایرانم تموم میکنم. من فکر میکنم جامعه بسیار زنده، بسیار مقاوم، تماکن در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده و به نظر من مهمترین پایگاه مبارزاتی همین حالا علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران اینه که اهمیتش رو جمهوری اسلامی میدونه. من فکر میکنم احزاب سیاسی ایرانی بخصوص نیروهای چپ باید حتما دوباره به این مسئله فکر بکنن که چجور به جنبش کردستان نزدیک بشن و مسائلی که در این منطقه میگذاره اونا ازش بیخبر نباشه. به همین عنوان میخواستم یه مسئله رو مطرح بکنم، اونم رابطه جنبش کردستان با جنبش سراسری. من فکر میکنم جمهوری اسلامی تا حدودی موفق شده که یک دیواری بین جنبش کردستان و جنبش سراسری در ایران بکشه. یعنی حالا تو یه روزنامه های ایران رو ببینی، حتی مثلا اصلاح طلب های خیلی مردمی خیلی خوشنام جرأت ندارن از کردستان نام ببرن. کلمه کردستان خط قرمز دستور عمل اطلاعات برای همه روزنامه ها که اینو خیلی کم به کار ببرن، اوضاع و احوال کردستان رو چیز نکنن، یعنی منعکس نکنن، حتی خبرهای عادی شو هیچ نامی نبرن. داگه نکته می کنن مگه اطلاعات رو بالاخره اینا تحریفش بکنن. به یک معنا این دیوار بین جنبش سراسری و جنبش کردستان به نظر من تو احزاب سیاسی هم تا البته دیوار نیست ولی به نظر من یک تندور افتاده نهدن. اون دفاع روشن و شفافی که چپ ایران در 50 سال قبل از حق تعیین سرنوشت، از حق این مردم برای جدایی، برای استقلال، برای تعیین سرنوشت خودشون میکردن، حالا متاسفانه نیست. اینو باید، من نمیگم مثلا حتما رای به استقلال بدن، حالا فدرالیزم قدرت خود مختاری هر چیزی هست، ولی فکر میکنم دیگه اون دفاع شفاف ما شاهدش نیست، بلکه یکی جمهوری اسلامی و دوم شوونیزم ایرانی تونسته این فضا رو ایجاد بکنه. وقتی که بی بی سی و صدای امریکا دارن این سمپراکنی میکنن، این گفتمان بالاخره دشمنی آمیزی رو با مردم کردستان خیلی پوشیده و فرهنگی و سیاسی دامن میزنن، من فکر میکنم این وظیفه نیروهای بخصوص چپ و نیروهای دموکراتیکی در ایران که باید مواظب این جنبه باشه. البته اون طرف قضیه هم احزاب کردستان هم باید که این مسئله توجه بیشتری بکنه، یعنی نیروی بیشتری بذارن برای ارتباط گیری، برای بالاخره حضور، برای انعکاس کردن اخبار کردستانی. من فکر میکنم ما هم تا حدودی شاید دور افتاده باشیم از این مسئله، ولی حقیقتش اینه که این مسئله مهمیه که باید درش